تو تحریم که فکر کردی چیه؟ تحریم همینه که جهان الان یک بورس اقتصاد مجازی باز شده توی سالها و با پول که از ایران دزدیدن میلیاردها دلار هر ماه میدزدن با تحریما آدمای گدا میلیاردر شدن. همینه که میبینید شما بلاک رو که براتون پخش کردم دیگه، باید بدید اینا قبلی ها رو مطالعه کنید. اینه کار رو میکن مدرد شدید. حالا پیش از اینکه وارد مبحث اصلیمون بشیم، با آگاهیتون میرسونم که در 5 ژون مثل هر سال در پاریس یک نمایشگاه کتابی است، اینو لیکرا میذاره. لیکرا یکی از بزرگترین ارگانیسم های دفاع از حقوق بشر و انسانگرایی در جهان هست و در فرانسه میشه لیکرا و من عضوش هستم. در فرانسه، تنها فرانسه که میدونید، چند ده هزار نویسنده وجود داره. خیلی نویسنده وجود داره. نویسنده فرانسوی هم که در دنیا از کانادا بگیرید و آفریقا اینا خیلی زیاده، ولی این مهر یزدان پاک به ایران هست، این مهر و محبت اهورامزدا به ایران اهورایی و پاک هست که سیاوش اوستا این افتخار هر سال داره که بین 60 نفر از تمام نویسنده های دنیا 60 نفر انتخاب میشن که اینجا در این نمایشگاه شرکت میکنن و هر سال من بودم و امسال هم در خدمت نیستم. دوستانی که میخوان سیاوش اوستا رو ببینم بعد کتابی اونجا، به هر حال میتونید شما پنجم ماه جوان تشویقت کم در ببینیم در جلو پانتئون، پانتئون فرانسه، باغ ژاردن دو لوکسامبورگ، جلو پانتئون زیبا، شهرداری پاریس پنجم هست. شهرداری پاریس پنجم که تشویق بیارید، نمایشگاه اونجاست. تمام نویسندگان مشهور فرانسوی هم که همیشه کتاباشون جنجالی و بحث آفرین است رو اونجا میبینید. یکی از مهرورزی های دیگه که مهر خداوند هست به سیاوش اوستا انجام شده اون اینه که شما وقتی وارد بیبلیوتک ناسیونال فرانسه بشین، بیبلیوتک کتابخانه ملی فرانسه، روی سایتش حتی برید، سیاوش اوستا رو چیز بندی میکنن، طبقه بندی میکنن، یا مثلا نویسنده مورخ، نویسنده دینی، نویسنده کمدی درام فلان اینا. خوشبختانه من دیدم، خودم نمیدونستم، یکی از دوستای فرانسوی به من گفت، چون این اومد برای من چند تا خودکار چاپ کرد، گفت اینا هدیه برای تو که بدی به دوستات. گفتم خودکارش هم خیلی نفیس. گفت بعد دیدم نوشته نویسنده کنتروورسه. کنتروورسه یعنی جنجالی. گفتم این چیه؟ گفت عنوانی که کتابخانه ملی فرانسه به تو داده، نویسنده جنجالی. این افتخار منه که از ابتدا تا به امروز، از ابتدا تا به امروز که در ایران چاپ شد، اولین کتاب من تو ایران منتشر شد مسخره های شهر ما بود، این زمان پادشاه منتشر شد و بعد از اون دیگه پیشتاز مبارزات خلق دومی بود و تا به امروز تعداد زیادی هست. سعی کردیم جنجالی باشه، یعنی خبر، حرف، سخن جدید باشه به شما بدیم. همون همیشه اولش همیشه بود تا آخرش. حالا این لیست کتاب ها رو آخر برنامه معمولا میبینید که این لیست کتاب هاست. این هم مهر یزدان پاک به دست هست. من از یزدان پاک سپاسگزارم. برای